سلام، جعفر سیدی هستم از سایت 3dmax farsi.ir. در این دوره میخوام یک آموزش فوق‌العاده دیگه ای از وبسایت CMI VFX رو خدمت شما ارائه کنم. در این دوره مبحث تریکینگ سه‌بعدی در سینت آیز رو بهتون یاد میدم. تکنیک اتوماتیک تریکینگ رو به صورت خیلی ساده و سریع بهتون یاد میدم و همچنین تکنیک سوپروایز تریکینگ رو که خیلی از مشکلات رایج مثل موشن بلور رو، لرزش دست هنگام فیلم برداری و غیره رو حل میکنه بهتون یاد میدم. همچنین مدل سازی صحنه رو با سینت آیز و تکنیک های تکسچرینگ و کامرا مپینگ و مبحث خیلی مهم آبجکت تریکینگ رو بهتون یاد میدم. این دوره آموزشی برای کسانی هستن که میخوان تکنیک کامرا تریکینگ رو با سینت آیز شروع بکنن آماده شده، و یا برای کسانی که میخوان به طور عمیق از ویژگی های سینت آیز استفاده بکنن و یاد بگیرن. این دوره آموزشی شامل مباحث پایه مقدماتی و سطح متوسط است و در بخش دومین آموزشمون میه و یک حجم سه‌بعدی رو با یک فیلم واقعی کامپوزیت میکنیم. از چند تا کلیپ خیلی جذاب برای تکنیک های کامرا تریکینگ و قسمت های کامپوزیت من میخوام استفاده کنم. اینها کلیپ چند تا کارخونه متروک هستند و فکر میکنم که واقعا در آموزش این مفاهیم خیلی به ما کمک بکنن. خب بیاید یک نگاه به کلیپ ها بندازیم. خب از اولی از سمت راست خیلی ساده است، یه اتاق یه باکس داخلشه و این صحنه رو داریم که خیلی لرزش داره و ترک کردنش خیلی مشکله. و این صحنه رو داریم که سینت در سینت هات مدل سازی شده. و در آخر این صحنه رو داریم در حیات که واقعا فکر میکنم این کلیپ ها خیلی به آموزش ما کمک میکنن و اینکه بفهمید چطور کامپوزی و تریکینگ انجام میشه. تمام این کلیپ ها رو میتونید داخل سایت ما trademarks.farsi.ir دانلود کنید. با این کلیپ هم تکنیک آبجکت تریکینگ رو با سینت آیز بهتون توضیح میدم. این کلیپ ها رو با یک دوربین کنون دی فیلم برداری کردم و با فرمت HD634 فشرده سازی و انکودشون کردم. یادتون باشه وقتی با سینت آیز کار میکنید خیلی خوب هستش که کلیپ هاتون رو به صورت عکس های پشت سر هم که بهشون سیکونس میگن تبدیل بکنید، چون این نرم افزار خیلی بهتر با عکس های پشت سر هم دیگه نسبت به فیلم های کودک شده یا فشرده سازی شده یا کلیپ های با فرمت مووی مثلا کار میکنه. قبل از شروع آموزش یک نکته مهم رو میخوام بهتون بگم در مورد سینت آیز، و این هستش که تمامی ویژگی های این نرم افزار رو واقعا نمیرسیم که بهتون یاد بدم و فقط میمیام روش های انجام و اون تکنیک هایی رو که لازم دارید رو واقعا از صفر تا صدش رو در مثال های مختلف بهتون یاد میدم و با مثال های خیلی ساده شروع میکنم تا اون ویژگی های ساده و پایه کامرا تریکینگ رو یاد بگیرید و بعدش میریم شات های پیچیده تر رو کامل میکنیم و همینطور کارهای پیچیده و پیچیده تر رو با سینت آیز کار میکنیم. ترجمه و دوبله از جعفر سیدی 3dmaxfarsi.com